طراحی پایه آناتومی ساختار اسکلت با کانال من گرداره آرت. خیلی خوش اومدید با یک آموزش دیگه با کانال من. امروز همونطور که در ویدیو کوتاه دیدید ساختار اسکلت رو در نمای نیمرخ و پشت با هم دیگه طراحی میکنیم و همونطور هم که باز در ابتدا دیدید میتونید از کاغذ کارک یا پوستی هم استفاده کنید، روی طراحی های استریومتریکتون قرار بدید و ساختار اسکلت رو روی اون بکشید. نوک مداد رو حتما تیز کنید و با من شروع کنید. در قسمت سر انحناها رو با هم دیگه انجام میدیم و لطفاً این آموزش ها رو چند بار تمرین کنید که در ذهنتون در واقع نقش ببنده و تقریبا از حفظ بتونید نمای نیمرخ و تمام رخ و نمای پشت رو بکشید. خب ساختار جمجمه در نمای نیمرخ به همین شکل هست که در تصویر میبینید با من. قسمت هایی رو خیلی کوچیک از اون با خطوط کم رنگ تر جدا میکنم که نشون بدم این یک سطح تخت نیست. مهره های گردن و قسمت خیلی کوچکی از کتف که استخوان ترقوه ببخشید که از نمای نیمرخ دیده میشه و اتفاقا استخوان کتف خیلی بیشتر دیده میشه در نمای نیمرخ. همونطور که دیدید دایره‌ای در پایین استخوان ترقوه کشیدم که محل اتصال استخوان بازو هست و قفسه سینه رو به این شکل طراحی میکنیم و دو تا از دنده ها رو که در نمای تمام رخ هم کشیده بودیم در نمای نیم رخ هم به ساختار استریومتریکمون اضافه میکنیم و همینطور یک جفت دنده در زیر استخوان ترقوه در بالای قفسه سینه. استخوان کتف هم خیلی کوچیک از طراحی استریومتریکمون بیرون میاد، کمی بیرون تر از سطح طراحی استریومتریک هست و مشخص شد. مهره های قسمت کمر و در نهایت استخوان لگن رو طراحی میکنیم، نشانه ها رو مشخص میکنیم، جایگاه استخوان شرمگاهی رو هم به همین شکل روی خط 3 و 3 4 رو نشون میدیم و قوس و انحنای اون رو ایجاد میکنیم. دو استخوان کوچک سر استخوان ران پا که بزرگترین استخوان بدن هست رو مشخص میکنیم. سر استخوان زانو و قسمت کشکک اون رو هم میکشیم و در نهایت بلندی استخوان ران که قوی ترین استخوان هست رو طراحی میکنیم. بله، محل اتصال ساق پا به ران پا رو هم استخوان ها رو مشخص کردیم و دو استخوان درشنه ای و نازک نی رو هم کشیدیم و در نهایت کف پا در نمای نیمرخ. در نمای پشت مهره های کمر رو هر سه بخش رو با هم طراحی میکنیم. دو خط موازی کنار هم که از پایین کمی پهن‌تر هست، استخوان فک رو روی جایگاه صورت میکشیم در نمای پشت و همینطور قسمت هایی رو از اون حذف میکنیم که نشون بدیم این سطح تخت نیست. قفسه سینه رو اضافه میکنیم که از پایین یک انحنا داره و دیگه اینجا جناب سینه دیده نمیشه، ولی میتونیم کمی از استخوان‌های قفسه سینه رو به اون اضافه کنیم. این دو خط محل زاویه دار شدن استخوان‌های قفسه سینه هست. استخوان ترقوه رو هم طراحی میکنیم و اینجا دیگه کامل استخوان کتف رو میتونیم ببینیم و محل اتصال بازو رو هم الان با یه دایره مشخص کردیم. سمت راست رو هم به همین شکل طراحی میکنیم.
و استخوان کتف رو که از خط میانی قفسه سینه کمی پایین تر میاد، در واقع قدش تقریبا اندازه بلندی جناق سینه هست و دو کتف رو طراحی میکنیم. استخوان لگن هم همون شکل گلدان مانند رو داره، فقط اینکه از بالا به جای که یک خط صاف باشه یک خط انحنادار هست رو به بالا و از پایین هم همینطور. محل اتصال به ران پا رو هم به این شکل با یک نیم دایره و یک استخوان کشیده تر که شکل تقریبا بیزی داره مشخص میکنیم. پشت زانو در واقع دیگه روی زانو دیده نمیشه، فقط صرفا محل اتصال ساق پا به ران پا هست، اون رو هم مشخص میکنیم و با خطوطی که میتونیم نشون بدیم بلندی استخوان ها رو طراحی رو تکمیل میکنیم. خیلی ساده است، حتما سعی کنید چند بار بکشید که خیلی تکرار میکنم ولی میدونم که این خیلی کمک میکنه که این طراحی ها رو حفظ باشید، یعنی بتونید از حفظ بکشید. نیازی به این که مدل جلوتون باشه و اسکلت رو نگاه کنید و طراحی کنید نداشته باشید، اینا رو سعی کنید از حفظ بکشید. بله، استخوان درشنه و نازکنه رو هم طراحی کردیم. یه نکته این که استخوان‌های درشنه داخل بدن هستن و نازکنه یا بیرون بدن هستن و درست عکس اون در ساعد هست. درشنه ها بیرون بدن هستن و نازکنه ها بیشتر داخل بدن هستن. البته به چرخش دستم بستگی داره، به شکل زبدر هست استخوان‌های ساق دست یا همون ساعد. استخوان‌های انگشت‌ها رو هم می‌کشیم که جهتش تغییر می‌کنه. اینا رو باید وقتی که می‌خواید طراحی کنید به صورت تخیلی حتما در نظر بگیرید که شست دست رو اشتباه نکشید، مثلا نما از پشت باشه ولی شست رو داخل بدن بکشید، اگه دست باز باشه نما فرق میکنه. اینا رو با جزئیاتی هست که باید دقت کنید. و قسمت ساعدم تموم میشه و به این شکل شما هر سه نما طراحی رو برای اسکلت، ساختار اسکلتی خواهید داشت. اونطور که در تصویر میبینید سه قسمت طراحی عروسکی رو در نمای تمام رو قبلا آموزش دادم که لینکش رو در قسمت توضیحات یا بالای ویدیو قرار میدم. الان میخوایم نمای سرخ این فرم عروسکی رو برای طراحی با هم دیگه یاد بگیریم. چهار قسمت میکشیم که یک قسمت بالا مربوط به سر میشه، دو قسمت قفسه سینه و قسمت پایین استخوان لگن هست و ارتفاع همه اینا به اندازه بلندی یک سر هست. یعنی شما ارتفاع سر رو هر اندازه که بگیرید دو تای اون قفسه سینه است، مجدداً یکی از اونها استخوان لگن هست. حجم سر رو مشخص میکنیم، خیلی راحت فرو رفتگی پشت سر رو هم نشون میدیم. یک تخم مرغ تقریبا فشرده شده برای قفسه سینه است و همینطور یک گلدان فشرده شده جمع شده از دو طرف هم برای استخوان لگن میکشیم و بعد میخوایم روی اون قسمت هایی رو حذف کنیم و برش بدیم و این شکل رو در واقع تکمیل کنیم که بیشتر شبیه یک فرم آناتومی عروسکی باشه. از کناره های سر از هر دو طرف دو بخش رو همونطور که در تصویر میبینید جدا میکنم. برش مایل تقریبا به شکل
کج، اگه فرض کنیم که این فرم یک فرم خمیری یا گلی هست، این قسمت هایی رو که برش میدیم به شکل مایل برش میدیم، هم از پایین میخوایم جدا کنیم هم از بالا. الان مرحله اول هست و فقط از بالای قفسه سینه حذف کردیم مقداری رو که نشون بدیم در واقع مهره ها از اون قسمت رد میشه. برای قسمت لگن هم روی سطح اون رو برش میدیم و به این شکل فرم لگن رو یکم نزدیکتر به فرم عروسکی میکنیم. بعد از اینکه کمی سایه به این فرم زدم، الان میخوام مرحله دوم برش ها رو اجرا کنم و اولین برشی که میخوام بدم روی سطح صورت هست. فرو رفتگی جایگاه چشم رو میخوایم مشخص کنیم که انگار یک گوه رو از سطح عروسکی خارج کنیم. به این شکل فرو رفتگی رو نشون میدیم. اون قسمتی که بیرون اومده رو هم میتونیم به این شکل طراحی کنیم که بهتر متوجه بشیم که به چه شکلی فرمو در واقع خالی کردیم از فرممون. زیر قفسه سینه رو هم همینطور به شکل مایل رو به داخل برش میدیم و همینطور هم فرم جناق سینه رو از روی قفسه سینه یک برش تقریبا زوزنقه‌ای که کمی کشیده باشه انجام میدیم و اون قسمت هایی رو که جدا میکنم کنارش طراحی میکنم که بهتر متوجه بشیم که به چه شکل و چه فرمی از طراحی جدا شد. برای استخوان لگن هم باید قسمتی که تو خالی هست رو حذف کنیم. خب از باکن استفاده میکنم برای اینکه خطوط قبلی رو پاک کنم و خطوط جدید رو بکشم که به این شکل نشون بدم که این قسمت هم از طراحی جدا شده، یک سطح تقریبا نیم دایره. به این ترتیب شما یک تجسم بهتری از یک فرم عروسکی در زاویه سرخ خواهید داشت. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه. اگر اینطور هست لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و به اشتراک بذارید و با این کار کانال من رو حمایت میکنید. تا آموزش دیگه و درس دیگه، بدرود.